بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان نهایت عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خداوند همه شما را در پناه خود داشته باشه و البته همه ما و شما را در پناه خود داشته باشه و شادی ها و خوشی های دنیا و آخرت نصیب ما کنه. هم در دنیا ما و شما را خداوند در پناه خود داشته باشه و از نعمات خود محروم نکنه، و هم در آخرت که هدف ما و شما بیشتر آخرت است. هم دنیا را باید بگیریم، هم آخرت. تنها دنیا بر ما نیست، آخرت هم از ماست، و تنها آخرت هم از ما نیست، دنیا ما آخرت از ماست و آخرت هم. باید بر اردوش ما کار کنیم. در این قسمت از برنامه ما یک مصره از یک شعر بر شما میخوانم که به این برنامه ما ربط داره. شاعر بسیار مقبول گفته که دایم گل این بوستان شاداب نمیماند، دریاب ضعیفان را در وقت توانایی. متعقد هستم که این شعر و آهنگ شما شنیدین. خوب است که ما در وقت توانایی، در وقت که دست ما پر است، دست هموطنهای ما را که توهی دست هستند و از امکانات محروم هستند دستشان را بگیریم. جا داره که من قلبا سپاسگزاری و تشکری کنم از بلقیس جان که به خاطر شادی روح استاد فقید، استاد ابیبالله سامانی، اونا به خاطر شادی روحش مقدار 200 دلار امریکایی روان کرده بودن که ما او را تقسیم به دو فامیل کردیم و بر دو فامیل کمک یک ماه خرجشان رسانیم. این فامیل را شما تصویرش میبینید، ما زندگی اینا را به تصویر کشاندیم. یک فامیل است که متاسفانه سرپرست فامیل از دست دادن و در وضعیت بد اقتصادی قرار دارن، طفلک های یتیم داره. میرم ویدیو را شما ببینید، باز قسمت دوم برنامه را به شما معرفی میکنم. سلام علیکم خورجانی. علیکم. لیک معلومات ورکا؟ ولی نه ورکا اومه، یعنی زه پخپلا بیوه اما دادره دو دانی ما شمال لرمه دی خلقو کار کومه، یا کالی منزل یا کمبل کاری اینا ماغا کومه. سل روپی یا دو سا روپی روڑمه پا مغا باندی خپل زان چلاومه حلالی روڑمه. ده ما شمه هم دیتا پریده ما، یعنی خوانم شهید سو تقریبا سو کال کی؟ یو کال. یو کال دا ماشم می بند کیو؟ یو کال. یو کال دا دو کالن. دو کالن خپل پلارین دل دل هم دا، یعنی ډیره احتیاج ما هم ز کار نه کوم غدای کو ولی چې دا هم سایه ورته می نه ویل. دو بجې زم هات بجې به تا کور ته راځم، سل روپیو په دو سوه روپیو پرون تاسو ته منتظره وم، خو هم تاسې رانغلی زه دومره ډوډۍ نه لرم په کور کې. دا اوس مې فعلا تقریبا درې میاشتې کېږي چې عصبي تکلیف دوچار کېم. خونه می اندل ترازی، لاسون دا لاسونه می اندل ترازی کاغو باگو عمل تا پراتای اماتی دی کم زینه ای خور جمی دخپلا دی بغلانی بغلانی؟ بلار دی چرت دا ورور لاری؟ بلار می سپینگی رای دا کابل که تا بغلان؟ بغلان که دی دل تا صوب تا تاسره؟ دل تا فیلن توگ نستا دا یوازی؟ او ترونه می دی، ترونه می میرانی ترونه دی، خپل ترونه می ندی. هغه دغه د اید نه مې په قصه کې نږدې ونه راځي اید. بیا دغه کرایه دغه څنګه کوي؟ دا په همدا ګدای کې مجبوره نو پیدا کړم ورته. اینه هماغه سل یو نیم سل حلال کور ته راوړمه، هغه هم یعنی چانس ده. دو سوه ورځې کېږي چې په 500 روپیو زه بیرته کور ته راځمه. خو ډیره ته سخته ده، بې اندازه ډیره. زیاتره وخت داسې کېږي چې ډوډۍ ونه لرو. اوس واقعا یعنی پور نه راسې موږ ستاسو منتظره، اوس ډوډۍ موږ نه لرو. تر اوسه پورې دغه حیوانانو ډوډۍ نه ده خوړلې.
در روز پوری؟ او نسته ده همه غا سهر نیمه دوری و چین دوار او خوره ده یعنی ده ماشوم هم شیر خوره ده زخپلا مریضه ایمه کلا شده ای کلا نی اما غا پچی که یا کلا بوره ای هم یا کلا نی یا ماسی جوش بور کم پا ایمه غا بانی گزاره ور تا هم که اومه نامه که چیز دختر؟ نورباسه نورباس؟ چطور نام معقول داری؟ مکتب گفتی ایلا کردی نمیری مکتب؟ پیش ازی میرفتی؟ چرا نمیری حالا چرا ایلا کردی؟ توسی ما سره کمک کوی استاز سامانی یعنی جنت په نصیب کیسی یعنی خیر سی چې زما لاس یو نیو زه یعنی ډیره مستحق یم خیر سی آمین الله آمین یک بار دیگر هم ما تشکری میکنم از بلقیس جان که به اروای کاکای ما حبیب سامانی استاد فقید به اروای اونا خیرات کردن خداوند خیراتشان را قبول کنه فامیل را که شما میبینین خیلی مستحق است کسایی که میخواید برشان کمک کنه باز ما شماره تلفنش میره خلاری؟ آو باز ما شماره تلفنشان هم میتم هیچ انسانی که متعقن هستم که با دیدن از این ویدیو شما هم جگرخون شدین، مایوس شدین و قلبتان به خاطر اینا میفهم که گریست و گریه کرد ما هم جگرخون شدیم، مایوس شدیم شما دیدین هر انسانی که عاطفه داشته باشه و قلب مهربان داشته باشه انسان ها مختلف است خداوند انسان ها را متفاوت خلق کرده کسایی است که برشان تأثیر نمی داشته باشه ای گپا یعنی قلبایشان نسبتا سخت‌تر می باشه و زیادتر از همتان های عزیز ما و شما قلبای نرم دارن قلبای مهربان دارن و با دیدن ویدیو متعقن هستم که جگرخون میشه اما ما از شما معذرت به این می خواهیم که شما را اگر جگرخون ساخته باشم با این ویدیو اما در نهایت ما مجبور هستیم که زندگی همچو فامیلایی را که مستحق هستن کسی بر کار ندارن در وضعیت بد اقتصادی به سر میبرن ما زندگی اینا را به تصویر بکشیم بر شما نشان بدیم تا که شما از نعماتی که خداوند بر ما و شما نصیب کرده ما و شما هم شکرگزاری کنیم و هم یک مبلغ را اگر توان ما هست بر یک فامیل مستحق کمک کنیم انشالله که هم خوشی و اجر و ثواب دنیا را به دست بیاریم و از آخرت ما متعقن هستم وقتی که ما خود ما در این راه قدم میمانیم یک لحظه حداقل یک شب که در فکر خواب میشیم ما را راحت خواب میبره به ای که حداقل یک شب یک لقمنان ددان یک فامیل مستحق یک لقمنان کافی برشان میرسه آدم احساس افتخار هم میکنه و احساس خوشی هم میکنه قسمت دوم برنامه را میریم و شما میبینیم البته ای فامیل مستحق هم متاسفانه که اینا هم یتیم هستن و یک دخترکشان که در حدود 18 ساله است فکر کنم که اونا هم تکلیف روحی روانی دارن که او هم به تداوی نیاز داره و یک پسر 12 ساله داره این خواهر ما و سه دختر داره که دخترکش هم یک دختر کلانش که در حدود 18 ساله است او هم مریض است ویدیو را میریم با هم میبینیم همراهی شما را میخواهیم تا قسمت اخیر برنامه لطفا ما را همراهی کنیم آفرین دل آقا و خداوند تو را اجر نصیب کنن کسایی که امروی دل آقا وعده کرده بودن با وعده خود باید وفا کنن منتظرش هست دل آقا با امید ششته دگه ماشینه که وعده کرده بودن دل آقا را باید که ما شما دستش بگیریم
در این حالت که دارم نکرده ما بسیار کمک میکنم. در اینجا بالا شدن اگر زندگی باشه کسی از امی هموطنهایی که میبینه کدام تایش اگر بخیر کابل به یک بار اینجا میاره میشانه. سلام علیکم. خوش آمدید به خانه. بفرمایید. خانواده دیگه دوم را که ما می‌خوایم از طرف بلقیس جان، بلقیس جان که به اروای استاد حبیب‌الله سامانی خیرات کرده بودند که ما پول به یک فامیل مستحق کمک کنیم. خانواده خاله لطیفه است دیگه، لطیفه جان نامتون اشتباه نکردم؟ خواهر ما لطیفه جان درباره زندگیش خودش براتون معلومات بیشتر میده. بیاد جان امی شوهرم وظیفه داشت در اداره امور اجیر بود. اجیر در این انتحاری 3 سال شد که شوهر من شهید شده است. این دختره که خوردم است پس مرگی پیدا شده است بعد مرگ شوهر من. روز روزگارم از او پیش شوهرم که زندگی بود زنده بود خوب بود میشد خدا میرمون. بچه که من است 12 سال است. این رقم بیادر جان دیگه از مشکلات زندگی هست چطور کنم. دخترک های من ایشم مکتب نمیره یکشم تا که پدرشان زنده بود مکتب میرفتن. این حال نمیتونم رسیده کده بیادر جان باشم. ما نمیتونم نه بلبازشان رسیده کده میتونم نه به قلم کتابچهشان رسیده کده میتونم بیادر. بچه یک ماست میره از تشقاق از جمع میکنه و کارتن جمع میکنه کسی یک کمکش کرد میکنه نکدش. این متاسفم بیادر دیگه این روزگار زندگی تیر میشه بیادر جان. خودم میرم در خانه مردم کالاشی و اول میتن که فلانی جای کار است. زنگ میزنن میگن که کالاشی بود. میرم خانه مردم کار کردیم نمیگویم که نکردیم میکنم آلیم کالاشی مردم و میکنم میتنم عروس مست میشه خیش قوم میکنه ای تو نمیکنه بیادر جان که موضوع کدام چی شویرم. این رقم روزگار زندگی ما از تیر میشه بیادر جان. باید رقم خانه تان کرایی است؟ خانه که ما 1500 کرام میتیم چند ماه شده است که بلک برق ما آو ما میشه که ببینیش بخی بچه ما مکبه نه بلا و تاویل کرده تانستم بیاد جان نه بلا برق تاویل کرده تانستم اینجا یک 1500 کرام میتیم 1500 کرام میتیم کرای خانه نمه بسیار مجبوری و بسیار نامرادی پیدا میکنم کرای خانه نمه میتیم بر قولتان شخصی است؟ از این خود خانه شخصی است. خواه یار تاویل نکدی؟ نه تاویل نکدی ما کلش هستن. این هم میبینه که چه هم آمد است با ما اختار نام آمد است. خواه این کلش جدا جداست؟ جدا جان یا جداست از برق جدا 2020 رو پا یکی هست؟ 2270 رو پا یکی هست؟ یا که باز ماه دو 2520 این در چه وقتی قدر آمده؟ زیاد وقت بیاد انجام مچم که 8 ماه شد یا 7 ماه شد که من تاویل نکردم نتونستم دیگه بیاد تاویل کرده نتونستم. صاحب خانه میگه که تاویل میکنی خوب نمیکنی برای از خانه من. خداوند استاد حبیب سامانی است خداوند ببخشش جنت ها را نصیبش کنه. قط کل جمله مؤمن و مسلمان مرده و زنده ما خدا بلقیس خدا بر نیتی است خداوند برسانش. خدا هر آرزو داره خداوند برسانش که در این وقت سال نو که به ما غریب بیچاره کمک میکنه خداوند اجر نصیبش کنه. خدا هر نیتی که داره از دل ما غریبا میاد خداوند ما مشکلاتش آسان کنه. خدا جانه که جوری بتهش که از دل ما غریب بیچاره آمد کمک میکنه. سلامت باشی زنده باشی بیادر جان. خدا شما را هم جانه که جوری بته. تشکر خور جان. رمضان هم نزدیک است انشالله که من لیست شما را من میگیرم. شماره تام است تلفن خود داری نه؟ داری ما اون شماره تام باز من میگیرم. یک دونه که آگه کس دیگه میشه مقصد مقصد زنگ میبره زنگ میبره خیلی ببینه بیادر جان. اگر خدا عمر بدهتان گفتم 5 وقت نماز بخوانم خدا مبلقیس هم خدا جانه که جور بتایش هر مرمانی که داره خدایا به برکت تو خدایا آرزویش برسانیش. الله امین الله امین. کل ما شما را که از ایتیاجی متاجی بکشن من وقت دوایش میکنم بیادر جان. سلامت باشی که از دل ما غریبا آمد خداوند خودتا مجرم نسید زنده باشی بیادر جان. دخترکا مکتب نمیرن؟ نمیرن.
نیلاب. نیلاب جان مکتب نمیری؟ نه. چرا؟ پیسه قلم و کتاب چیش ندم. نه که گریان دیگه نه که خوراک گریان نه که خور خیر خدا میره بان است. گریان نه که خور کچوچه یکم باز گریان میگیره. هموطنان عزیز، کسایی که میبینن ویدیو را، هموطنان عزیز ما که احساس دارن، شما فکر کنین که به خاطر پیسه قلم و کتابچه اینجا طفلایی که میخواین مکتب بخونن آینده کشور به دستشان است، فقط به خاطر پیسه قلم و کتابچه اینا مستحق و محتاج هستن، احتیاج دارن به نمو کمک نیاز دارن. شما که کوشش کنین کسایی که امکانات شدارد، تمام کسایی که در خارج از افغانستان است نه، کسایی که ویدیو را میبینن در داخل از افغانستان هم شو میتونن خودشان بیاین اینجا خانه از این خواهر ما را ببینن، زندگیش را ببینن، اگر توان در وسط توانشان اگر امکانات بود بیاین دست از اینا را بگیره، آینده کشور به دست این امیناست. اگر اینا خوب امکانات برشان مهیا شود، درس بخوانن، تحصیل کنن، بر خود حداقل میتونن که زندگی در رفاه داشته باشن و از بسیار گپای دیگه که شما میفهمین اینا دست بکشن. اگر امکانات نباشه، یک کلانترین مصیبت که است در جوامع اسلامی هم که از او بسیار ترس و حراس داره مسلمان هم و ایرا پیغمبر ما شما هم بعد میبینه، فقر بیچارگی و ناداری است. فقر دامنگیر خانواده یا فامیل یا شخص شوه و دست به هر کار میزنه. خداوند این فقر و بیچارگی را از این کشور ما دور کنه، در این کشور ما یک سال آرامی برک. دیگه کسی به خاطر نان و هاو به خاطر قلم کتابچه قدر مایوس نشه، قدر عشق نریزه و قدر خود ناتوان احساس نکنه. تبسم نیلا خیر نمک چیز؟ تبسم خورخانده که که داری دبیری؟ کیز میگه؟ نام خورخانده چیز؟ مریم. مریم؟ چند سال هستی؟ سه ساله؟ چگه کنید؟ مریضی تو مریضی ها را تیه کرد بیادر مچه میدهگه که ازی هست ایچی دخترک جان جوری ندید. بیا خداوند شفا نصیبش کنه، خداوند کل ما شما را از مصیبت ها نجات بده. خدا شما را هم جان گاهی وقتا احساس که ما شما شاید در زندگی خود تجربه کرده باشیم که الفاظ ما بر گفتن نمی داشته باشیم. در بعضی جایا ما هم به شرایط سر می خوریم، با قصه‌ای را می شنویم که دیگه لفظ و بر گفتن لفظ حداقل الفاظ هم در جای می گذاریم که لفظ بر گفتن نمی داشته باشیم. واقعا که زیاد دردآور و رنجآور است. البته او وقتی که از نزدیک او را آدم احساس کنه، یکی پشت پرده تلویزیون است که آدم میبینه و همو ساعت و دقیقه میبینه و شاید اوقدر تاثیر نداشته باشه، اما در صحنه وقتی که آدم میره ظاهر میشه اونجا میبینه، واقعا که زیاد مشکل از این فامیلایی را که شما دیدین در یک منطقه فقیر نشین زندگی میکنه، مشکلاتشان در نهایت زیاد است. و اگر ما قبلا هم در برنامه گفتم، اگر گاهی وقت اگر زندگی یاری کنه بر ما که ما فرصت نفس کشیدن دوباره را داشته باشیم در آینده ها، اگر کسی از هموطنان ما کابل بیاین بخیر و اگر بخواین این فامیلا را از نزدیک ببینن، ما در اون قسمت هایی که یا زندگی میکنه شما را ببریم در اونجا ببینیم، باز اون وقت شما میفهمین یعنی مستحق در این فامیلا امینا است
و از این قدم مستحق‌تر هم پیدا میشه. خداوند این مصیبت ها را از کشور ما نیست و نابود کنه و در کشور ما یک صلح بیاره که سالها و سالهای متمادی است. بیش از 14 میشه که دستای کل ما به دعا بلند است خداوند این کشور یک صلح بیاره که دست ما برای بنده خدا دیگه دراز نشه و بغیر از دربار خداوند. خداوند از دربار خود ما را کمک کنه، همه ما شما را در کشور ما یک صلح و آرامی بیاره. وقتی که صلح و آرامی آمد طبعا زمینه کار ما مساعد می باشه و فقر از بین میره. بزرگترین مصیبتی که در دنیا از او فقر است. قبلا در برنامه گفتم که پرعرفی نشه، خداوند فقر از کشور ما دور کنه. یک بار دیگه هم تشکری میکنم از تمام عزیزایی که همیشه اعتماد میکنن و به برنامه تماس میگیرن و دست یاری بر هموطن عزیز ما دراز میکنن. خداوند همیشه دعایشان را قبول کنه و هر نیت و مرام که دارن خداوند به اون نیت و مرامشان برسانه. تشکر از همراهیتان، وقتتان خوش، خداوند یار و مددگارتان.